اصلا به نظرم دونات وقتی توپولی باشه یه کمربند سفیدم داشته باشه دیگه نمیشه ازش گذشت. مواد لازمش رو میبینید برای درست کردنش: آرد، نمک، خمیر مایه، شکر و شیر خوش رو اضافه کنید. بهش یه دونه زرده تخم مرغ رو هم به همراه وانیل اضافه کنید. شیر همدمای محیط رو اضافه کنید و همینطور 3/4 از مقدار آب دستور رو با یه لیسک همش بزنین و آب اضافه رو هم کنار دستتون داشته باشین. بعد از اینکه خمیر رو یک مقداری با لیسک هم زدین، اگه دیدین هنوز خوش بود و آرداش، میتونی یک کمی از اون آب کنار دستتون رو اضافه کنید. خمیر رو ورز بدین. وقتی دیگه آردی توی خمیرتون نبود، بهش کره همدمای محیط رو اضافه کنید و حدوداً بین 10 تا 15 دقیقه ورز بدین تا کره کاملاً به خورده خمیر بره. وقتی خمیر لطیفی به دست اومد که دیگه به دستکشتون نمیچسبید، کف دستتون خمیر رو حالت دایره‌ای کنید، کفش رو ببندید و داخل یه ظرف تمیز چرب شده بذارید. روش رو هم با پلاستیک و پارچه بپوشونید و برای 15 تا 20 دقیقه استراحت بدین. بعد از اون پارچه و پلاستیک رو بردارین و یک سینی یا یک ظرفی که میخواین توش دیگه خمیر رو بذارین و با آرد پاشی کنید. میتونید ببینید که بافت خمیر چقدر لطیف و خوبه. خمیر رو وز کنید، به تعداد دوناتایی که میخواین تقسیم کنید تا اندازه دوناتاتون یکسان در بیاد. و اگه میخواین دوناتتون بزرگتر باشه، حجم خمیر رو بیشتر بگیرید. کاغذ روغنی ها رو برش بدین به تعداد چونه های خمیرتون و چربشون کنید حتما. بعد از اینکه همه رو چونه کردین، با دستتون چند باری فشار بدین تا دونات همون خمیرش پهن‌تر شه و بعدا وقتی پف میکنه دونات بزرگتری هم داشته باشیم. روش با پلاستیک چرب شده و پارچه بپوشونین و 15 دقیقه استراحت بدین. داخل ظرف روغن رو میریزیم و میذاریم با شعله کم کاملا روغن داغ بشه و بعد دونات ها رو داخل روغن داغ میذاریم و اجازه میدیم با روغن کم پخته بشه. وقتی یک طرفش پخته شد، برگردونیم تا طرف دیگه‌ش هم پخته بشه. راز این کمربند سفید خوشگلم اینجاست که میزان روغن نباید بیش از حد باشه و کامل روی دونات رو بپوشونه به صورت یک دفعه، چون همش با هم طلایی میشه، و نه اونقدر کم باشه کف ظرف که نتونه کامل کف دونات رو براتون طلایی کنه. پس روغنتون حتما به اندازه باشه و اینو با توجه به سایز دوناتاتون باید اندازه بگیریم. بعد از اینکه دونات ها پخته شدن، روی توری بذارین تا روغن اضافهش گرفته بشه و اینجا میتونین دونات آماده شدمونو ببینین. به هر شکلی که دوست داشتین میتونین اونا رو نوش جونتون کنین. میتونین رویشون پودر قند بریزین، شکر بریزین، داخلشون رو با انواع فیلینگ ها، کارامل یا مثلا خامه و انواع گاناش ها میتونید برای پر کردنشون استفاده کنید و نوش جونتون کنید. اگه خواستین با گاناش پرش کنید، با یه سیخ چوبی از قسمت بالا سوراخش کنید، ماسوره‌ای که به قیف بست شده رو داخلش کنید و فشار بدین تا پر بشه. و اینکه خوشگل تر بشه، من اجازه میدم یک مقداری هم از اون گاناش هم بیرون بمونه و الان هم که بازش میکنیم با هم ببینیم که توش پر از شکلاته. اگه این ویدیو رو دوست داشتین، خوشحال میشم لایک و سابسکرایب کنید و برای بقیه دوستاتونم بفرستین تا اونا هم بتونن این دونات زیبا رو درست کنن و ازش نهایت لذت رو ببرن. خوشحال میشم برام بنویسین از کدوم شهر یا کشور ویدیو منو میبینین و دوست دارین ویدیو بعدی راجع به چی باشه.